سلام. توی سال 2020 وزارت دفاع آمریکا و پنتاگون میان سه تا ویدیو رو که قبلا هم توی اینترنت پخش شده بود به عنوان سه تا ویدیو از اشیای ناشناس پرنده، یعنی همون یوفوها که واقعا ناشناس هستن و معلوم نیستش که چی هستن، منتشر کرد. این سه تا ویدیو به اسمای فلر، گیمبال و گوفاس منتشر شدن. That's not LNS though, is it? It's not. That is LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing! It's rotated. Tickle 6-1, tango, small jig, open. تا قبل از اونم ویدیوهای زیادی توسط افراد معمولی پخش شده بود، ولی این اولین باری بود که یک سازمان دولتی میاد یه سری ویدیو رو منتشر میکنه و رسما اعلام میکنه که ماهیت این اشیا ناشناخته مونده و معلوم نیست که دقیقا چی هستن. برای همین انتشار این ویدیوها سر صدای خیلی زیادی کرد، چون می اومدن میگفتن که خب وزارت دفاع آمریکا و پنتاگون که کم جایی نیستن که اومدن اینا رو منتشر کردن، پس حتما یه چیزی هست. و برای همین بحث موجودات فضایی و بشقاب پرنده و اینها خیلی سر زبون ها افتاد. از اون زمان تا الان هم باز چند تا ویدیو دیگه، بعضیا توسط همین پنتاگون و بعضی هم توسط دولت های کشورهای دیگه منتشر شده که توش ادعا شده اشیاء ناشناسی توی ویدیو ثبت شدن. من اینجا میخوام با بررسی این سه تا ویدیو صرفا نشون بدم که این سه تا ویدیو میتونن یک توجیه خیلی ساده داشته باشن و لزوما یک شیء ناشناسی که مثلا داره با سرعت خیلی عجیبی حرکت میکنه یا مانورهای عجیبی میده نیست. من فقط خود ویدیوها رو بررسی میکنم و کاری به اظهارات افرادی که این ویدیوها رو گرفتن یا پیرامون اون صحبت کردن ندارم، چون در مورد اظهارات افراد نمیشه هیچ قضاوتی کرد، یعنی نمیشه اونها رو بررسی علمی کرد. مثلا خیلی از من خواستن که در مورد واقعه مشاهده بشقاب پرنده توسط خلبانای نظامی ایرانی در سال 1355 اظهار نظر بکنم، ولی واقعا نمیشه در اون مورد صحبت کرد، چون فقط بر اساس اظهارات افراده و هیچ دیتای ثبت شده از مثلا رادار یا مثلا فیلمی چیزی ازش نمونده که بشه صحت و سقم اونها رو بررسی کرد. خب بریم سراغ ویدیوها. ویدیو اول به فلر معروفه که توش ادعا شده حرکات ناگهانی و خیلی سریع یک جسم پرنده ثبت شده. این جسم بیزی شکل شبیه قرص نعنایی تیک تاکه، برای همین به تیک تاک هم معروف شده. اینجا اطلاعاتی که روی تصویر شده رو بزرگ میکنم، اطلاعاتی از قبیل میزان زوم تصویر، زمان، نوع لنز و سنسور دوربین و زاویه دوربین نسبت به هواپیما. این زاویه از 4 درجه راست تا 8 درجه چپ تغییر میکنه. شاخص افق نشون میده که هواپیما کج نشده، یعنی اون جسم یک حرکت زاویه‌ای به سمت چپ داره. این حرکت تقریبا 7 درجه در طی 29 ثانیه است که میشه حدود 4 ثانیه برای هر دقیقه تغییر زاویه. تو این تصویر هیچ پس زمینه‌ای دیده نمیشه که بشه حرکت این جسم رو در مقایسه باهاش دید. بر اساس اطلاعاتی که توی گزارش همراه این تصویر اومده، میدان دید این تصویر توی حالت زوم دو برابر حدود 35 صدم درجه است و تقریبا 1.5 ثانیه طول میکشه که به اندازه عرض تصویر دوربین جابجا بشه. این یعنی اگه دوربین دیگه این جسم رو دنبال نکنه چی میشه؟ اون جسم با همون سرعت از کادر خارج میشه، یعنی در عرض حدود 3/4 ثانیه از کادر باید خارج بشه، که این دقیقاً با چیزی که در انتهای ویدیو میبینیم برابره. تغییرات دیگه که در تصویر دیده میشه همگی ناشی از تغییر لنز و تغییر سنسور دوربینه. اینجا از حالت معمولی به حالت مادون قرمز تغییر میکنه. این حرکت های جزئی که توی تصویر دیده میشه به خاطر اینه که دوربین قفل روی اون شی رو گم میکنه و دوباره باید روی اون قفل کنه، که این موضوع رو توی تغییر اندازه کادری که داره سوژه رو دنبال میکنه میتونیم ببینیم. توی لحظاتی که دوربین روی سوژه قفل نیست میبینیم که اون جسم به حرکت به سمت چپ خودش ادامه میده. در ثانیه 49 دوربین یک چرخش گیمبال داره که باعث میشه کل تصویر بچرخه. این چرخش گیمبال در واقع یه چرخش دوربین مستقل از خود هواپیماست که برای ثابت نگه داشتن کادر تصویر انجام میشه. دقت کنید فقط سوژه مورد نظر نیست که میچرخه، بلکه کل سایه روشنی که توی تصویر دیده میشه میچرخه. در 1:13 لنز عوض میشه و دوربین اون شی رو گم میکنه، بنابراین شروع میکنه به سمت چپ حرکت کردن و بعد با تغییر زوم دوربین از 1:2 به نظر میاد اون شی سرعت میگیره، در صورتی که به خاطر افزایش زوم و دنبال نکردن اون سوژه‌ای که در واقع داره با سرعت ثابت حرکت میکنه به نظر میاد سرعت گرفته. یعنی در واقع این شی تمام مدت داره با سرعت ثابت به سمت چپ حرکت میکنه و تمامی این حرکت‌های مشاهده شده با حرکت دوربین توجیه میشه. احتمالاً یک هواپیماست که به خاطر کیفیت فیلمبرداری بالهاش دیده نمیشه. اگه با یه دوربین موبایل روی هواپیمایی که تو فاصله دور داره حرکت میکنه زوم دیجیتال بکنید، مشابه این تصویر رو میبینید. فیلم دوم به گیمبال معروفه و به نظر میاد چرخش‌های ناگهانی و عجیبی داره.
این شی هم احتمالاً یک هواپیماست که ما داریم درخشش یا تلالو مادون قرمز موتور اون هواپیما رو از پشت می‌بینیم. چرخشش هم به خاطر چرخش دوربینه، نه چرخش خود جسم. اون کشیدگی که توی تصویر هست در واقع در اثر پراش نور توی لنز دوربینه. این پراش نور رو با فیلمبرداری با هر دوربینی از یک سوژه روشن میتونید ببینید. حاله نور اطراف اون شی هم صرفاً در اثر یک افکت تصویریه که برای افزایش وضوح جسم انجام شده و توی فتوشاپ هم میتونید روی هر سوژه مشابهی انجامش بدید. این چرخش ها رو هم به راحتی میتونید با یک دوربین موبایل مشاهده کنید. اگه یک منبع نور قوی مثل یک چراغ قوه توی فاصله زیاد بذارید و با دوربین موبایل ازش فیلم بگیرید، این خطوط پرش نور رو میبینید. اگر خطوط خیلی واضح نبود، کافیه با دستتون یک ذره لنز دوربین رو چرخ بکنید که باعث میشه شدت این پرش نور بیشتر بشه و بهتر دیده بشه. حالا میبینیم که اگر دوربین رو بچرخونیم، با اینکه سوژه اصلی نمیچرخه، ولی اون خطوط پرش که به خاطر لنز دوربین به وجود اومده، اونها همراه با دوربین میچرخن. اصل فیلمی که گوشی میگیره میچرخه، ولی اگه با یه دوربین دیگه از تصویری که توی گوشی داره دیده میشه فیلم بگیرید، میبینید که افق که مثلا لبه میز ثابته و اون تشعشعات دور منبع نور میچرخن و اگه ما کادر رو جوری ببندیم که چرخش دوربین رو نبینیم، فکر میکنیم که اون سوژه داره میچرخه. توی دوربین هایی که روی هواپیماهای جنگی نصب هست، مکانیزم هایی وجود داره به اسم ضد چرخش که چرخش اجتناب ناپذیر دوربین برای دنبال کردن سوژه رو خنثی میکنه که افق ثابت بمونه، و برای همین با اینکه لنز دوربین میچرخه، ولی افق که از روی ابرها مشخصه ثابت میمونه، ولی به دلیل چرخش لنز دوربین اون تشعشعات اطراف جسم میچرخه. درست مثل اینجا که به صورت نرم افزاری افق که لبه میز رو ثابت کردم، ولی پره های پراش نور توی لنز همراه با دوربین میچرخه. اگه دقت کنید، بیشترین چرخش توی جسم همزمان اتفاق میفته که زاویه افقی دوربین صفر رو رد میکنه، یعنی دقیقاً زمانی که باید بیشترین چرخش رو داشته باشه تا بتونه شی رو دنبال کنه. این موضوع که دوربین داره میچرخه رو از روی چرخش سایه روشنهایی توی تصویر اصلی هم میشه دید. و باز هم یک شاهد دیگه برای این موضوع اینه که وقتی هواپیمایی که داره فیلم میگیره میچرخه و ما این رو از تغییر زاویه افق میتونیم بفهمیم، اون جسم نمیچرخه، چون دوربین نسبت به اون ثابته و نسبت به هواپیما میچرخه تا بتونه روی سوژه قفل بمونه و اون رو دنبال بکنه. یکی دیگه از شواهد این موضوع اینه که هر وقت به نظر میاد که اون شی داره میچرخه، یک لرزش توی تصویر میبینیم که نشون دهنده شروع چرخش دوربینه. و در نهایت با شبیه‌سازی‌های دقیقی که صورت گرفته، میشه دید که دقیقاً زمان‌هایی که چرخش دیده میشه زمانیه که باید دوربین بچرخه تا بتونه شی رو دنبال بکنه و اون رو گم نکنه. توی فیلم سوم که به گوفست معروفه، ادعا میشه که یک جسم سرد که هیچ پیشرانه‌ای نداره، خیلی نزدیک به آب، با سرعت خیلی بالایی نزدیک به سرعت صوت داره حرکت میکنه. ولی این ادعا بدون هیچ مدرکی فقط تکرار میشه و با بررسی دقیق‌تر اطلاعاتی که روی فیلم هم ثبت شده، میشه به راحتی فهمید که اتفاقا ارتفاع جسم نسبت به آب خیلی زیاده و داره با سرعتی تقریبا برابر با سرعت باد حرکت میکنه. اینجا زاویه عمودی دوربین رو میبینیم و اینجا فاصله تا شی بر حسب مایل دریایی و اینجا هم ارتفاع هواپیما بر حسب پا. هر مایل دریایی 1852 متره و هر پا هم حدودا 30 سانتی متره. میبینیم که وقتی دوربین موفق میشه که روی شی قفل کنه، فاصله اش رو نشون میده که 4.4 مایل دریاییه. بعد تا 3.3 هم کاهش پیدا میکنه. با کمک این اعداد و یه مثلثات ساده میشه فهمید که این شی چقدر پایین تر از هواپیما داره حرکت میکنه. در ابتدا 4.4 مایل و زاویه 26 درجه رو داریم که سینوس 26 درجه در 4.4 میشه این زل که 1.92 مایل دریایی میشه، و در انتها هم 3.4 مایل دریایی و زاویه 35 درجه رو داریم که این زلش میشه 1.95 مایل دریایی، و میبینیم که ارتفاع تقریبا روی هول و هوش 1.90 خورده‌ای ثابت مونده. 1.9 مایل دریایی تقریبا میشه ارتفاع 12000 پایی. یعنی با توجه به ارتفاع 25000 پایی هواپیما، این جسم داره در ارتفاع 13000 پایی حرکت میکنه. یعنی ارتفاع این جسم از سطح دریا حدود 4 کیلومتره که ارتفاع کمی نیست. یعنی این جسم داره تقریبا در ارتفاع نصف ارتفاع پروازی خود جت حرکت میکنه، و این خیلی مهمه. یعنی حرکتی که در این شی دیده میشه، حتی اگه با سرعت کمی حرکت کنه یا حتی اگه اصلا حرکت نکنه، برابر سرعت خود جت دیده میشه. این خطای دید حرکت ظاهری به خاطر زوم دوربین که از اینجا میتونیم ببینیم توی حالت زوم شده است، تشدید شده. با توجه به اینکه زاویه افقی دوربین نسبت به جت و همچنین فاصله جت تا سوژه را در دو زمان مختلف میدونیم، میتونیم حساب کنیم که اون شی چقدر حرکت کرده. بنابراین سرعتش هم به دست میاد. این ممکنه با تغییر کمی در زاویه حرکت جت تغییر کنه، ولی حد اکثر مقدار معقولی که برای این چرخش بذاریم، باز هم سرعتی که برای جت به دست میاد در حد سرعت باد در اون مکانه.
دلیل حرکت تندی که توی دوربین دیده میشه صرفاً اختلاف منظر و حرکت نسبی جسم نسبت به پس زمینه است. مثلا اینجا چند تا فیلم بهتون نشون میدم. به نظر شما این توپی که توی تصویر داره دیده میشه در واقعیت داره با چه سرعتی و در چه جهتی حرکت میکنه؟ خب اگه پشت صحنه این ویدیو رو بهتون نشون بدم میبینید که اون جسم اصلا حرکت نمیکنه، ولی به خاطر حرکت دوربین و اختلاف منظر به نظر میاد که داره حرکت میکنه. اختلاف منظر همون پدیده‌ایه که باعث میشه توی جاده به نظر بیاد درخت‌ها دارن نسبت به کوه‌های دوردست حرکت میکنن. با توجه به اینکه فاصله تا اون جسم و اندازه میداندید دوربین رو میدونی، میشه تخمین زد که ابعاد این جسم حدود 2 متره و بنابراین کاملاً با ابعاد یک بالون هواشناسی یا جاسوسی جور در میاد. بعضی از بالون‌ها روی خودشون بازتاب دهنده‌های رادار دارن و برای همین این جت تونسته رادارش رو روی اون قفل کنه. اینجا هم یه حرکت مشابه که مشخصه که یک بادکنک داره با جریان هوا حرکت می‌کنه، ولی به نظر میاد که سرعت فوق‌العاده بالایی داره. همونطور که گفتم من کاری به اظهارات افرادی که این فیلم‌ها رو گرفتن یا در مورد اونها صحبت می‌کنن ندارم، چون اونها رو نمی‌تونم راسته آزمایی کنم. مثل این اظهار نظر دیوید فریبر که گفته بود حدود 5 دقیقه اون شی رو دیده بوده. Over a 5-minute period, still there's nothing. We have nothing close to it. در حالی که خلبانی که در هواپیمای کناریش بوده 5 دقیقه رو مسخره دونسته و گفته بیشتر از 10 ثانیه طول نکشیده. موارد خیلی زیاد دیگه از این ویدیوها هست که دیگه نمیخوام دونه دونه همشون رو کامل شرح بدم، ولی یکی دو مورد رو فقط اشاره میکنم. یکی از رایج‌ترین انواع فیلم هایی که به عنوان بشقاب پرنده پخش میشه یک شکل دونات شکله که خیلی سریع اونور میره. اونا همشون ستاره هایی از فوکوس خارج شده هستن که اینجا با یک روش ساده میتونید مشابهش رو تولید کنید. یک نقطه نورانی در فاصله دور بذارید و با فوکوس دوربین روی یک سوژه نزدیک کاری کنید که نقطه نورانی از فوکوس خارج بشه. حرکتشون هم ناشی از لرزش دوربینه، چون معمولا زوم زیادی کردن و کوچکترین حرکت دست خیلی تشدید میشه توی تصویر. یا این ویدیو که با یک دوربین دیدر شب گرفته شده، این تصویر هم به خاطر خارج از فوکوس بودن اون منبع نوره. دلیل شکل مثلثی اون هم شکل مثلثی شاتر دوربین های دیدر شبه. من چنین لنزی رو نداشتم، ولی با یک کاور مثلثی شکل جلوی لنز دوربین اثر مشابه این رو تونستم درست کنم. البته افرادی توی اینترنت با در دسترس داشتن دوربین های دید در شب مشابهی که شاتر مثلثی دارن دقیقا همین تصویر رو از ستاره ها گرفتن. اگه فیلم اصلی رو دقت کنید مشخصه که روشن خاموش شدنش دقیقا شبیه روشن خاموش شدن چراغ های هواپیماست. یا مثلا این فیلم که باز یک جسم شبیه قرص تیک تک رو نشون میده که با سرعت بالا حرکت میکنه، که اونم در واقع یک هواپیماست که به خاطر کیفیت فیلم بالهاش دیده نمیشه و هواپیما بودنش رو میشه از روی مسیر هواپیمایی که دقیقا در زمان و مکان فیلمبرداری از همون منطقه عبور کرده و اطلاعاتش در سایت هایی ثبت پرواز هست مطمئن شد. به نظر من همینقدر کافیه که متوجه بشید که اکثر این فیلم هایی که پخش میشه توجیهات خیلی ساده تری میتونن داشته باشن. در نهایت چند تا نکته رو میخوام روشن بکنم. اولا من به هیچ وجه وجود حیات فرازمینی رو نفی نمیکنم. با توجه به وسعت فوق العاده زیاد جهان که با توجه به علاقه من به علم نجوم اونو با تمام وجود درکش کردم، خیلی احتمالش زیاده که حیاتی خارج از کره زمین هم وجود داشته باشه. چیزی که نمیتونم قبول بکنم با توجه به شواهدی که تا الان دیدم اینه که این موجودات به زمین سفر کردن و سعی میکنن خودشون رو مخفی نگه دارن، بعد هر چنگای صوتی میدن و توی دوربین ها ثبت میشن، یا اینکه سفینه هاشون سقوط میکنه و دولت ها اون باقی مونده سفینه ها رو یه جای مخفی کردن و
و بعضی وقتا هم خود این موجودات فضایی توی فیلم ها دیده میشن که معمولا لخت هم هستن، یعنی با اون تکنولوژی پیشرفتهشون یه لباس ندارن که بپوشن. اینکه چرا این موضوع اخیرا خیلی داره سر صدا میکنه و دولت ها و سازمان ها بهش میپردازن رو باید از جنبه های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی بررسی کرد، و اینجا که یک کانال علمیه خیلی جای این بحثا نیست. اینکه بعضی وقتا پدیده های ناشناخته ای وجود دارن که قابل توجیه نیستن رو هم قبول دارم، ولی توجیهاتی از قبیل موجوداتی از ابعاد دیگه برای من قابل قبول تر از موجودات فضایی که از فاصله های خیلی زیاد به زمین اومدن. البته این نظر شخصی منه که اینجا دارم توی کانال شخصی خودم بیانش میکنم، خیلی به من خورده نگیرید. نظر شما چیه؟ منتظر نظراتتون هستم. خدا نگهدار.